تموم شد قدیر، از اولش هم محکمتر شد. ممنونم موسی، حسابمون چقدر شد؟ 90 بدی کافیه. ممنونم. خدافظ پسرم. به سلامت. خوشگلم. داداش دوچرخمو تعمیر میکنیم. آره عزیزم، اونم تعمیر میکنیم. یا میخوای تعمیرش نکنیم؟ چطور مگه عزیزم؟ اگه اون مردا دوباره بیان دوچرخمو بشکنن من خیلی ناراحت میشم. بیا. خوشگله من، یکی دونم. پلیس اونا رو دستگیر کرده، دیگه نمیتونن برگردن. باشه، اصلا فرض کنیم اومدن. به نظرت داداشی همشون از اومدن پشیمون نمی کنه؟ اما بعضی وقتا میری سر کار، همیشه که اینجا نیستی. ببین، حتی اگه خودم هم نباشم، سایم همیشه همراهتونه، همیشه. سایت؟ آره، سایم. اما فقط میتونی که با اینجا حسش کنی، با قلبت. حتی اگه خودم هم نباشم، سایه من از شما در مقابل بدی ها محافظت میکنه، ولی باید بهش باور داشته باشی. باشی. گوش کن چی میگم. میگم با هم دیگه بریم بازار، هم برای تعمیر دوچرخت پیچ بخریم، هم اگه وقتی باقی مون یه دوری بزنیم. باشه، قبوله. بزن بریم. اینم از کاپشن شما پرنسس خانم. برای موضوع الگو برداری کان و هاریکا رو انتخاب کرده بودیم. بچه ها میشه تکلیفتون رو بدین تا بررسیشون کنم؟ خانم میتونیم با مال من شروع کنین. ملکه الیزابت، انتخاب عجیبی بود هاریکا. میتونیم بگیم الیزابت همزاده روحیمه، یعنی شخصیتمون شبیه همه رنگ پوست سلیقه همونم یکیه. دلیلش اینه. الیزابت بشنوه خودشو دار میزنه. میتونه ملکه بشه، همه فوقش ملکه بدجنسیه. ساکت شو، حداقل مثل شما ملکه بدبختی ها نیستم. کان جان، میشه شما هم تکلیفتو بدی؟ خانم من انجام ندادم. نه خانم انجام داده، خودم دیدم. نمیخوام بدم هاریکا. چرا؟ آکفاتاکول. اما من که بهت گفتم اگه آکفاتاکول الگوی زندگی خودت قرار بدی، اینجوری دو روز پشیمونت میکنه، کارش نمیشه کرد. یعنی چی؟ تو بابای من الگوی خودت انتخاب کردی؟ آره انتخاب کردم، اما پشیمونم. خانم مشکلی نیست، میتونین از نمرم کم کنی. ای خانم، الگوی زندگی زده دل این بند خدا رو شکسته، بعدش هم انداختتش تو خیابون. شبا توی ماشین میخوابه و توی توالت لباساشو عوض میکنه، همیه اینا رو تحمل میکنه. خلاصه اگر الان از نمرش کم کنی دین خیالش نیست. مگه نه رفیق؟ آخه به تو چه؟ سرت به کار خودت باشه. جدی میگی؟ آره جدی میگه. بذار منم یه چیزی بگم، انقدر دنبال بدجنسی نباش، یکم عاقل شو. کی به کی میگه؟ فکر کنم الان باید بخندیم. با من بودی؟ حتی اینم نفهمیده که ایش 3:30. آره به تو گفتم، از اینکه فکر میکنی خودت خیلی پاک و بیگناهی خوشم نمیاد، حال نکردم. بچه ها لطفا بیشتر از این صحبت نکنی. خانم میشه برم یه آبی به سر و صورتم بزنم بیام؟ آره میتونی برو. در مورد تکلیفتم زنگ تفریح صحبت میکنیم، باشه؟ چشم خانم. خانم میشه منم یه لحظه برم؟ کان یه لحظه صبر کن. چی شده؟ حالت خوبه؟
چرا اینو میپرسی؟ برای اینکه نگرانتا. ببین من دوست نداشتم اینجوری بشه، اما برملا شدن این قضیه هممونو شوکه کرد. فکر کنم یکم به زمان نیاز داریم. شما به زمان نیاز داریم؟ منو از خونه بیرون کردین ملیسا، این یه آشغال منو انداختین جلوی در. منطق شما اینه؟ کان اوضاع خونم جالب نیست. مامانم میخواد از بابام طلاق بگیره. هممون داغون شدیم. واقعا یکم به زمان نیاز داریم. راستی تولگا راست میگه؟ تو دیشب واقعا تو ماشین خوابیدی؟ آره دیشب تو ماشین خوابیدم. رفتم تو رختکن لباسمو عوض کردم، بعدشم تو توالت دست و صورتمو شستم. راحت شدی؟ اگه میخوای گزارش منو به بابا بدی میتونی بری بهش بگی، بگی این کارو کرد. من به خاطر بابا اینو نپرسیدم، چون نگران بودم پرسیدم. درسته. نمیدونم چرا این احمقا هنوزم فکر میکنم وضعیت زندگیم برای بابام اهمیت داره. بگذری. پیچه رو برداشتی خوشگلم؟ آره تو جیبمه داداش. حالا بریم یه کتاب داستان برای پرنسس داداشی بگیریم؟ بریم. اینجاست. چه کتاب داستانه قشنگی هم هست. کلی کتاب داستان اینجا هستش. ها؟ ببین ببین اینجا چی داریم؟ روش چی نوشته داداش؟ کتاب چیه؟ این پیتر پن عزیزم. آره کتاب خیلی قشنگیه، وقتی بچه بودم کلش خوندم. پس میشه همینو بخریم؟ باشه میخریم. فقط یه چیزی، باید حقوقمو بگیرم. باشه اسم اینو یادمون بمونه، بعدم فوری می میخریم. باشه باشه. اما اگه بخوای میتونیم بشینیم اونجا تا یه کمشو برات تعریف کنم، موافقی؟ باشه. بیا اینجا بشینیم. بیا. خب ببین، پیتر پان یه شخصیت تخیلیه که توی جزیره افسانه‌ای زندگی میکنه. تو این کتابم ماجراهای پیتر پان و سه تا بچه‌ای که همراهش تو جزیره افسانه‌ای پرواز میکنن نوشتن. میکردن؟ آره پرواز میکردن. پیتر پن یه همچین قدرتی داشته و بچه هایی که میخواسته رو بر میداشته و اینجوری باهاشون پرواز میکرده. بعدش یه روز یه دوز دریایی بدجنس به اسم کاپیتان هوک میافته دنبالشون. صبر کن نترس، پیتر پن یه نقشه خیلی خوب کشیده و همشون رو شکست داده. هورا. بعدشم این سه تا دوست به مرور زمان بزرگ میشن، اما پیتر پن همیشه بچه میمونه و تو رویای همه بچه های روی زمین زندگی کرده. داداش بدن این کتابو بخریم. میخریم خوشگله داداشه، میخریم. مامان میشه ما هم این کتابو بخریم؟ باشه دخترم. بیا بریم بذاریمش سر جاش. از اون کتابه خوشت اومده؟ بله. فکر کنم برادرت هم بی تأثیر نبوده. آقا بهتون تبریک میگم، زبان بچه ها رو خیلی خوب بلدین. برادرم و خواهرام زندگی منن، برادری کردن رو خوب بلدم، برای همین زبونشون رو میفهمم. به چه کاری مشغولین؟ البته ببخشید که میپرسم. نه اشکالی نداره، من تو کافه یه مدرسه کار میکنم، به جز اونم مسافرکشی و کارگری ساختمونم انجام میدم، هر کاری از دستم بر بیاد. دوست دارین تو زمینه معرفی و فروش کتاب به بچه ها کار کنین؟ یعنی منظورم از بچه ها والدینشون و معلمینه. نمیدونم چی بگم، من حتی دیپلمم ندارم. این اشکالی نداره؟ راستش برای خیلی ها مهمه، اما شما چیزی دارین که از دیپلم هم مهمتره، مهربونی و صمیمیت. اگه مایل بودین من یه روبه دیگه میرم دفترم که کنار همین ساختمونه، میتونیم اونجا صحبت کنیم. خیلی ازتون ممنونم. روز بخیر. داداش
خودش الان کار پیدا کردی؟ راستش فکر کنم پیدا کردم. با کمک تو پیدا کردم. دختر باهوش، یکیشو بده من کمکت کنم. نه لازم نیست، بذار میارم دیگه. خیر ایشالله، تو مهمونی هم به تذکر دادم، بازم دوربر این دختر میپله که قضیه چیه. اینا رو بده من میبرم. ببین امید کوچولو، این دختر دهن داره، اگر نخواد خودش دهنشو باز میکنه و حرف میزنه، فهمیدی؟ آره خوب اینو راست میگه، اما یه مشکلی هست. شاید کثافتکاری های تو رو ندونه و تو رو آدم فرض کنه. من از این نگرانم، فهمیدی؟ فهمیدم، اما تو هم بیخیال شو، سرت به کار خودت باشه رفیق. نه دیگه اونجوری نمیشه، از اونجایی که با ما زندگی میکنه متاسفانه امکانش نیست. واقعا؟ آره؟ امید یه سوال ازت دارم، چرا سر کلاسون حرفو بهم زدی؟ چون از دیشب از دستت عصبیم. موقعی که این مرا اذیت میکرد از کنارش جم نمیخوردی. آره ولی اونا مال قبلنا بود رفیق، نمیبینی بعد از آی بی که چقدر عوض شدم؟ راستشو بخوای از نظر من توی مرتیکه درویی و من از این خوشم نمیاد. امید دنبال چی هستی؟ این چندمین باره که راجع به این موضوع حرف میزنی، مشکل چیه؟ من مشکلمو به رفیقمون گفتم. بی خیال بابا، اوف. امید من دیگه عوض شدم. به من چه مرتی که؟ به من چه ربطی داره؟ میخوای عوض شو میخوای عوض نشو، اصلا واسه من مهم نیست. من از چیزایی که شنیدم خوشحال نیستم. جفتتون اینو متوجه شدین یا نه؟ بفرما میبینی، من از این پسر خوشم نمیاد، اما حق همیشه با اونه. تو خیلی دروی رفی، قبول کن. برو گم شو تا یه بلایی سرت نیاوردم. بزن به چک. بفرما امید جون، دیدی چی کار کرد؟ آدمی که خشونت دوست داره همیشه دنبال خشونته. خلاصه که امید جون حق با توه، چیز زیادی عوض نشده. راستی همونطور که قول دادی اینا رو بنداز. یه روز سرم با اینا میندازم، نگران نباش. عتیقه. بهش توجه نکن، روانی میخواد حرسشو سر ما خالی کنه. بیا بریم. آدم رو عصبانی میکنی واقعا خوشحال میشی؟ ببین به نظرم داری اشتباه قضاوت میکنی، من فقط بعد از آشکار شدن چیزایی که مخفی کردن خوشحال میشم. منظورت چی؟ منظورم چیه؟ وقتی میبینم اون بر که بیرحم یهو تبدیل به یه قهرمان مهربون شده اعصابم خورد میشه، میفهمی چی میگم؟ اگه قرار دوستش داشته باشن کثافت‌کاریاشم بدونن و اونجوری دوستش داشته باشن، فهمیدی؟ خلاصه که میخوام نقابشون بیفته. نه نفهمیده، چون انگار یه مشکل دیگه داری. آدم عجیبی هستی، انگار زیاد خوشبخت نیستی. این خشم و عصبانیتت هم به خاطر امینه. بازم بگو، بگو بدون محبت بزرگ شدی، چون بحث داره اون سمتی میره. نه واقعا منظورم آره، من بدون محبت بزرگ شدم دختر باهوش. مادرم وقتی بچه بودم مرد، پدرم هم زیاد ازم خوشش نمیاد. خلاصه که ناره خوب، من یه پسر مشکل دارم،
اما بدون نقابم. اگه تو هم میخوای به خاطرش ازم فاصله بگیری، این کارو بکن، مشکلی نیست. چیز سلام. بفرمایین. میخواستم آقای فریدون کمرجو رو ببینم. پایین تو کتاب فروشی دیدمشون. آها بله، به من اطلاع داده بودن. جلوتر تو اتاق دست راست منتظرتونم. خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. بیا اینجا عزیزم، بیا. گوش کن. تو اینجا بشین. من میرم کارامو ردیف میکنم و میام، باشه؟ باشه داداش. بزن قدش. صبر کن داداش. چی شد دختر؟ بوسه شانست تو یادت رفت. بیا. آه، خیلی دوستت دارم. اسمت چی بود؟ قدیر، قدیر ارن. ببین قدیر جان، به محض اینکه اومدم چک کردم ببینم شغل مناسبی برای تو داریم یا نه. با توجه به برخوردی که توی کتاب فروشی ازت دیدم مطمئنم به درد این کار میخوری. برای تیم سیار مجموعه کاملا مناسبی. خیلی معذرت میخوام، واقعا هیجان زده شدم. تیم سیار دقیقا چی کار میکنه؟ اعضای تیم سیار با وسیله نقلیه ما به آدرسایی که معمولا رؤسای تیم بهشون میدن میرن و معرفی و فروش کتابهای مجموعه رو انجام میدن. حقوقشون 5000 لیر به اضافه پورسانتیه که میگیرن. راستی تو گواهینامه داری؟ بله. راستی گفته بودی تو کافه مدرسه کار میکنی، درسته؟ بله. پس تا فردا فکراتو بکن، با محل کارت هم صحبت کن. اگه قبول کردی از فردا شروع میکنیم. بسیار خوب. ببین قدیر جان، به عنوان یه بزرگتر یه توصیه‌ای بهت میکنم. با کار کردن تو کافه مدرسه به هیچ جا نمیرسی، اما اینجا اگه کارتو درست انجام بدی تا ریاست تیم و حتی مدیریت منطقه هم جای پیشرفت داری که به تبع حقوقت هم طبق اون زیاد میشه. همه چیز بستگی به این داره که 10 سال دیگه خودتو کجا ببینی قدیر جان. برای همین فکراتو بکن و تصمیمتو به ما اعلام کن. من کاملا منظورتون رو فهمیدم آقا فریدون. اصلا نگران نباشین. آها اومد، بریم. من که گفتم منتظر نمونین، چرا نرفتین؟ امید جدا جدا میخواییم بریم خونه؟ ولش کن، واسه من قیافه میگیره. از اینکه با برک دوستم ناراحته. اینقدر این موضوع رو کش ندین. پسر تو هم بیخیال شو، دخالت نکن. بذار با هرکی میخواد بگرده. من که دخالت نکردم، هرکی هر کاری میخواد بکنه. من فقط میخوام تنها باشم، نمیشه؟ چرا میشه؟ خوب بس، بیاین بریم. باشه، میبینمت. بدون اجازه نشستم، اشکالی که نداره. نه میتونی بشین، مشکلی نیست. الان اگه بهت بگم میدونم چه حسی داری، تو دلت حتما میگی از کجا میدونی مرتی که. اما میدونم، چند وقت پیش مشابه همین اتفاق رو تجربه کردم. پرتت کردن تو خیابون؟ نه اونو نمیخواستم بگم، اما اونم تجربه کردم. این که فرزند ناخواسته بودی رو میگم. منم جلوی کلی آدم از دهن آکفاتا کل شنیدم
که سوزان خانم مادر واقعی من. یعنی چی؟ منظورت از سوزان خانم مادر هاریکاست؟ اون خانومی که جلوی همه این جریان رو لو داد مادر توه؟ دقیقاً همینطوره. زیاد مطمئن نیستم اما فکر کنم جریان دیشب یه تسویه حساب بود، اما این واسه تو ضرر کردی. حتما چون پدر جریان مادرم افشا کرده بود، مادرم هم خواسته انتقام بگیره. فهمیدم. پس تو برادر هاریکایی؟ هرچند خودش قبول نمیکنه. تو هم روزای سختی رو گذروندی. درست. وقتی فهمیدم پدر مادرم پدر مادر واقعی خودم نیستن، حالم خیلی بد شد. راستش پدر مادرم تازه از دست داده بودم. روزای خیلی بدی بود. خدا رحمتشون کنه. ممنون. اون وقت بعدش سوزان خانم تو رو به عنوان بچهش قبول کرد؟ فکر کنم کرد. میونم خوبه، دوستم داره. برای همین زیاد ناراحت نباش، بسپر به گذر زمان. ملیسا هم همینو گفت، گفت بسپرش به گذر زمان. درست گفته. من دیگه کم کم برم. به هر حال ممنون بابت دلگرمیت. خواهش میکنم، کاری نکردم. راستی هنوز میخوای تو ماشین زندگی کنی؟ یه فکری براش میکنم. اگه چیزی به ذهنت نرسید زنگ بزن. شماره من که داری؟ نه، وایسا رو سیف کنم. به نظرم جمیله اشتباه کرد، گفت من خوب اوتو میکنم. الان زنمو تا صبح نگهش میداره. من بهش گفته بودم تقصیر خودشه. بیا اینجا. تو هم بیا. داداش من خیلی هیجان زدم. یه وقت فردا مدیر نگه نمیتونی بری. نه بابا، بعید میدونم همچین حرفی بزنه. هرچی باشه شرایط کار جدید خیلی بهتره، به زور که نمیخواد نگه هم داره. داداش اگه درست فهمیده باشم به اندازه حقوقت پورسنت هم میگیری نه؟ انشالله عزیزم، انشالله انشالله تو این کار موفق شم. بالاخره یه روز خوش ببینیم. میبینیم داداش، میبینیم. طرف امروز نشست جلوی من گفت ببین قدیر جون، و یه جوری زندگی کنی که 10 سال دیگه همون جایی باشی که خودت دوست داری. میدونین با خودم چی گفتم؟ گفتم قدیر این دفعه واقعا جایی درستی اومده. واقعا منم دیگه میخوام اینجوری فکر کنم، با توجه به این زندگی کنم. راستش این که من 10 سال دیگه کجام یکم پیچیده است. چرا؟ الان میگم. در طول هفته بیمارستانم. آقای دکتر تو اتاق عمل منتظر شما. آخر هفته چی؟ آخر هفته هم با گروه کنسرت داریم. کنسرت خارج از کشور. طرفدارا صف کشیدن دارن جیغ و داد میکنن. داداش ما رو باش تو رو خدا. ماشاءالله به داداش خودم. من خودم رو 10 سال دیگه یه وکیل خیلی موفق میبینم. مهمترین پرونده ها رو برای من میارن. همه راجع به من حرف میزنن. میگن آره این پرونده دست همون وکیل است. آره برنده شد، بازم موفق شد. من این شکی ندارم که شما موفق میشین خانم وکیل. من چی؟ مال منو گوش نمی کنی؟ این چه حرفی عزیزم؟ تعریف کن ببینم. یه خونه ویلای بزرگ داریم، از اونایی که استخر دارن. منم تو آشپزخونه کیک میپزم و منتظرم از سر کار بیاین. مدرسه چی؟ خب شاگرد اول شدم دیگه، کیک پختم که اونو جشن بگیریم. فندق داداشی رو ببین، شاگرد اول مدرسه هم شده. تو چی داداش؟ 10 سال دیگه خودتو کجا میبینیم؟ راستش نمیدونم. امروز که اون مرده راجبش با هم حرف زد فهمیدم اصلا به این موضوع فکر نکردم. آخه اینقدر درگیر مشکلات زندگیمون شدی که اصلا فرصتی برای فکر کردن بهش نداشتی.
اما امروز که همچین فرصتی گیرم اومد، باعث شد دوباره رویا پردازی کنم. گفتم چرا که نه، از این به بعد همه چی برای ما هم میتونه قشنگتر باشه. میدونین حالا باید چی کار کنیم؟ باید به هم قول بدیم، باید هممون طبق چیزی که دوست داریم 10 سال دیگه باشیم زندگیمون رو ادامه بدیم. قول میدین؟ قول 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 قول. بزرگترین آرزوی منم اینه که یه روز موفقیت شما رو ببینم. خیلی ممنون. نوشه جون، چیز دیگه ایمیل نداریم؟ آقای محترم، نمیتونی اینجا پارک کنی. چرا؟ این دوروبر پارک ممنوع نمیبینم. من خودم دارم میگم، کافی نیست؟ نه نیست. خدایا صبر بده. یه چایی بهم میدی؟ نه نمیدم. چرا؟ به هر کی دلت میخواد چایی میدی؟ آره خب، حالا که چی؟ به هر دنگایی مثل تو چایی نمیدم. بزن به چک. درست حرف بزن، دستتم بکش. شما ماشین تو بردار گم شه، برای مرسی که عوضی. به چه حقی اینجوری با من حرف میزنی؟ ها؟ هی هی مرسی که اومدی جلوی مغازه خودم برام شخشونه میکشه. فکرتی کی هستی؟ بلم کن، بلم کنی، بلم کن. آی بی که من از این طرف خوشتیپم مگه نه؟ از این طرف؟ آره؟ پس نتیجه میگیریم من خیلی خوشتیپم و دختر. خوش اومدی. امید؟ واقعا میخوای کشش بدی؟ نمیخوام دعوا کنم، میشه راجبش حرف نزنیم؟ نه نمیشه، تا آشتی نکنی نمیشه. من نمیخوام بین پسرم و دوست پسرم گیر کنم، این خیلی عجیبه. باشه خب فهمیدم برک دوست پسرت، اما چی کار کنم؟ من ازش خوشم نمیاد، چی کار کنم؟ چی؟ رفتی با پسری که پدرتو راهی بیمارستان کرد دوست شدی آی بی که؟ وایسا توضیح میدم، اما اول آروم باش. باشه خواهش میکنم. نمیتونم آروم باشم. پاشو پاشو ببینم، الان خودم حسابتو میرسم. میخواد توضیح بده. رابیوف مای مادر، یه لحظه ببین منو. با تو هم کار دارم. تو چجور برادری هستی؟ میدونی یا صدا در نمیاد؟ بعدا حسابتو را میرسم الجان. رابیوف باشه، حولم نده. رابیوف یالا، زبونش هم درازه بی تربیت. من نمیخواستم اینجوری بشه. باشه اینقدر هول نده. صدا در نیاد. زاگل چه خبره، چیزی شده؟ نه عزیزم چیزی نشده، به کارت برس. یعنی چی دوستم؟ یعنی چی من با برد دوستم آی بی که؟ دیوونه شدی؟ بیا یه کاری کنیم، اول آروم شو بعدش با هم حرف بزنیم. تو نمیتونی به من بگی آروم باش؟ فهمیدی چی میگم؟ مگه من دوستتم؟ داری با مادرت حرف میزنی؟ من هر موقع بخوام حرف میزنم، فهمیدی؟ باشه فهمیدم. مگه این پسر چرخ‌دستی بابا تو تیکه تیکه نکرد ها؟ مگه پدرت تو پرت نکرد رو زمین؟ به خاطر اون از دهن پدرت خون اومد. چه زود اینا رو فراموش کردی؟ دخترم تو رو چیز کارت کردن، عقلت از دست دادی. نه خیر، عقلمو از دست ندادم، فقط اون چیزایی که میگی مال قبلا بوده مامان گلم. تازه اونم از کاری که کرده پشیمونه. پشیمونی چه فایده ای داره ها؟ پشیمونی چه فایده ای داره؟ مگه ما از ترس این که بلایی سر پدرت بیاد گوشه بیمارستان عذاب نکشیدیم؟ دخترم حواست هست با کی رفتی دوست شدی؟ آره میدونم. دخترم یه چیزی شده. به خدا دخترم یه چیزی شده. ببین منو، این پسر اخیرم نیومد اینجا، نکنه به خاطر تو میومد.
نمیدونم. آه. این بچه به خاطر تو به اولجان خون داد؟ ای وای، خاک عالم به سرم. تازه این پسره به پدرتم پول قرض داده، نکنه به خاطر تو داده. یه سوال ازت دارم مامان، اون پسرت افتاده دنبال واندرفولش، هیچ اشکالی نداره، اما دوست شدن من با برک مشکل داره؟ بعدشم اگه بحث بدجنسی واندرفول اونم همچین کم اذیتمون نکرده، خانم صبح تا شب داره ما رو تحقیر میکنه. تو خودتو با اولجان مقایسه میکنی دخترم؟ اولجان عقل نداره، ما از خودمونه. این از یکی خوشش بیاد، عقلش بیاد سر جاش، رفتارش درست شه. تو خودتو با اون یکی میکنی؟ خب من چیم از اون کمتره؟ چیزیت از اون کمتر نیست دخترم. تو عاقلی، باهوشی، یکم تلاش کنی یه دانشگاه خوب قبول میشی. نه مثل من بوی دهن بقیه رو تعامل میکنی، نه که صافتکاری بقیه رو تمیز میکنی. آی بیکه، من و بابا جونمون داره در میاد که شما تو مدرسه خصوصی درس بخونین، یه دانشگاه خوب قبول شین. دخترم آی بیکه، عزیزم، من نمیخوام ذهنت درگیر چیز دیگه ای بشه، برای همین این پسر رو نمیخوام. اما برک مانع موفقیت من نیست، کنارش حالم خوبه. باز حرف خودشو میزنه، باز این دختره داره حرف خودشو میزنه. انگار متوجه حرفای من نشدی آی بیکه. از این به بعد هر روز موقع تعطیل شدن مدرسه میام دنبالت. از باباتم هر روز میپرسم به خدا اگر تو رو کنار اون پسر ببینم، اون موقع میدونم چی کار کنم، میفرستمت یه مدرسه دیگه. مامان چی داری میگی؟ پس آیندم چی میشه؟ این حرف آخرم بود. پسرم تو بچه خوب و مؤدبی به نظر میای، برای چی دعوا کردی؟ واقعا نمیفهمم. اون مرد خیلی بد حرف میزد، وقتی گفت گمشو برو نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. درسته پسرم، اما بد جوری کتک زدن. ببین فکتم که کبود شده، دنده هاتم که میگی درد میکنن، بهتره به دکتر مراجعه بکنی. 18 سالته، اما فکر کنم بهتره به بزرگتر زنگ بزنم. با این وضع تنهایی از اینجا نرو. بابا میتونین به اون زنگ بزنی؟ باشه، الان بهش زنگ میزنم. شمارهشو برام بخون ببینم. بله. سلام، شبتون بخیر. از اداره پلیس بیکوس تماس میگیرم. با آکف آتاکور صحبت میکنم؟ خودمم، بفرمایید. بابت پسرتون تماس گرفتم قربان. پسرم؟ آره، با چند نفر دعوا کرده، وضعیتش خیلی بده، بیچاره رو بدجوری کتک زدن، الان هم پیش منه، اگه بیاین دنبالش خیلی خوب میشه. حقشه. ببخشید نفهمیدم. یه سوء تفاهمی پیش اومده جناب سروان، من یه پسر دارم که اونم الان پیشمه. شبتون بخیر. چرا از شر این مردی که خلاص نمیشم؟ پسرم مطمئنی شماره رو درست دادی؟ طرف گفت پسرم پیشمه، پسر دیگه هم ندارم که. شماره درست بود. منه داشتم با پدرت حرف میزدم؟ بله. گفتم کتکش زدن، اما این دیگه چه پدری، این خیالش نبود. پاشو برو بیمارستان، بازم زخمتو به یه دکتر نشون بده. باشه؟ باشه میره. ببین دیگه تو اداره پلیس نبینم تو. باشه؟ طرف چون مغازش مجوز نداشت شکایت نکرد، اما همیشه به پست اینجور آدم ها نمیخوری، سر یه دعوای بی خودی سرتو به باد میده. به نظرتون اون موقع کسی برام ناراحت میشه؟ در ضمن جناب سروان، بابت همه چیز ازتون ممنون. شبتون بخیر. اورهان بیا بشی، میوه آوردم. آشه اومدم. بیا بشین عزیزم. بگیر عزیزم. اورهان یه چیزی ذهنمو درگیر کرد. چیه؟ باز چی شده؟ الان اگه فردا از بانک زنگ بزنم بگم پولت آماده است، تو در جا میری پول پسره رو میدی مگه نه؟ آره فوری پسش میدم. خب خوبه، فردا بده برو پول پسره رو پس بده.
راستش این که فردا بدو بدو میرم یا پس فردا آروم آروم میرم هنوز مشخص نیست. بستگی به زمانش داره. خب بس خوبه. فردا یا پس فردا پولشو میدی دیگه. آره میدم. تو چرا گیر دادی به پول طرف؟ بیا نارنگی بخور. همینجوری گفتم. چقدر ترش بود. نمیخوام به کسی بدهکار بمونی. نه بابا نگران نباش. در جا پولشو میدم. بنده خدا نمیخواست پس بگیره اما به محض اینکه وام جور شه پولشو میدم. آره آره در جا بده. به هیچ کس بدهکار نباشیم خب؟ اوه خدای من. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.